البته بهترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم. یک روز تراژیک دیگه در تاریخ میهن و مملکت ما. خامنه ای اثبات کرد که هیچ کاری جز کشتن بلد نیست، یعنی استعدادی جز این نداره، استعدادی جز این نداره. و این اتفاقی که در مناسبات چین و جمهوری اسلامی افتاد، یک سیلی محکم به گوش شخص رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش بود که روزی روزگاری در این آرزو بودن که چین رو هم خودشون در واقع جمهوری اسلامی رو شبیه چین کنن، چین کوچیکتر، و به این ترتیب بتونن به حکومت ادامه بدن. تغییر سیاست چین در قبال خاورمیانه به معنای تغییر سیاست کره شمالی هم هست. این نکته خیلی مهمی است. جمهوری اسلامی همیشه در این فکر بود که در دقیقه 90 بتونه تشمیل بکنه به صنایع هستی خودش رو با تکنولوژی کره شمالی و بتونه یه راه میانبر بره. این اتفاق خیلی ناگواری برای جمهوری اسلامی است. همینانم اعدام یک جوان دیگه در خراسان، وضع فجیع، به معنای اعلان جنگ شخص خامنه ای و آخوندها علیه مردم ایران. شما ایرانی هستید، ما تا مغز استخوان نسبت به شما احساس نفرت و انزجار داریم. این پیامی بود که خمینی و روحانیت به مردم ایران داد. ما آمدیم کار نیمه تمام سعد وقاص، حارس، قعقا، نمیدونم بقا طیبه، اینا رو کامل بکنیم بعد از 1400 سال. و امروز روز جشن 21 آذر هم از روز پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران برای بیرون راندن اجنبی و همدستان داخلیش از میهن و مملکت ما، از آذربایجان عزیز. ببینید چه روزگار ایران آوردن و چه بر سر ملت ما. اما اگه تصور میکنن با اعدام میتونن این نارضایی رو در نطفه خفه بکنن، اشتباه. روز به روز داره نفرت و انزجار مردم نسبت به این حکومت بیشتر و بیشتر میشه، روز به روز. و حتی اون قشر خاکستری هم که شو اندازه‌ای شاد یا احساس ترس داشت یا سعی میکرد بیطرفی رو حفظ بکنه، اونا هم در واقع به جمع ناراضیان مملکت از این حکومت پیوستن. با چی هستیم؟ در برنامه امروز مریم معمار صادقی عزیز، پژوهشگر ارشد، آقای امیرحسین اعتمادی، روزنامه‌نگار، تحلیلگر، آقای حامد محمدی، روزنامه‌نگار جوان در برلین. درود بر شما. برنامه رو آقای سپهر قصوی هدایت میکنه. ممنونم مریم جان، درود بر شما، خوش آمدید. درود آقای میبودی، خسته نباشین، خیلی ممنون از دعوتتون. سلام عرض میکنم به مهمان ها و بینندگان عزیز شما. آقای میبودی، صحبت هایی که در شروع برنامه کردین خیلی مناسب هست، برای اینکه واقعیت اینه که آقای خامنه ای میخواد که تبدیل بکنه یک انقلاب رو به یه جنگ، و تا حالا مردم به خاطر نه فقط شهامتشون ولی با اون وجدان و اخلاق و همبستگی که نشون دادن به همدیگه و به دنیا، تونستن روحیه خودشون رو حفظ بکنن، به همدیگه نشون بدن و اون آینده‌ای که میخوان، اون آینده‌ای که لیاقتش رو دارن، خیلی خیلی به خودشون نزدیک بکنن، سرنوشت خودشون رو بسازن. و خامنه‌ای داره با اون روحیه، با اون وجدان، با اون همبستگی، با اون همه امیدی که ایرانی ها برای خودشون دارن و الان دنیا غیر ایرانی هایی که
رهبران کشورهای مختلف هستند، هنرپیشه هستند، نویسنده هستند، ورزشگر هستند، همه دارن به مردم ایران افتخار میکنن و در از خودشونو یک بخشی از این انقلاب انسانی، انقلاب برای آزادی دنیا میبینن. چون اگر که این حکومت دیگه وجود نداشته باشه، اگر این انقلاب پیروز بشه، فقط مردم ایران نیستن که به کرامت، به یک جامعه که اقتصادش وابسته یا بر مبنای شایستگی مردم باشه، به خاطر زحمتشون، به خاطر تحصیلاتشون، به خاطر ذوقی که دارن برای کار کردن بتونن جلو برن، نه به خاطر اینکه چقدر حاضرن فاسد باشن، چقدر حاضرن با حکومت کثیف همکاری بکنن، چقدر حاضرن به خاطر اینکه فلان آخوند رو میشناسن یا از فلان سپاهی میتونن یه کمکی بگیرن، زندگی خود نون خودشونو به دست بیارن. مردم ایران فقط برای آزادی نمی جنگن، برای اون نوع اقتصادی که بتونن خودشون آینده خودشون رو بسازن، نرمال باشه زندگیشون مثل کشورهای دیگه دنیا. قبل از انقلاب، بینندگان شما میدونن، قبل از انقلاب ایران اقتصادی داشت که از کره شمالی و ترکیه جلوتر بود و الان ببینین کره شمالی از مهمترین اقتصادهای دنیا هست که کارآفرین. کره جنوبی چقدر کره شمالی کره جنوبی به خاطر کارآفرینی مخصوصا در حوزه تکنولوژی چقدر جلو هست. همش به خاطر اینه که کره جنوبی یک کشور دموکراتیک هست، اقتصاد باز داره، شایستگی هست، شفافیت هست، هیچ تحملی برای فساد وجود نداره و کره شمالی کشوری هست شبیه به جمهوری اسلامی، حکومت توتالیتر، همه چیزو میبنده به مردم، مردمو دشمن خودش میدونه، به طور دائم داره میجنگه با مردم و حاضر نیست کوچکترین ارتباط با دنیا رو اجازه بده، برای اینکه همه چیزو تهدید به خودش میبینه. الان ما وظیفه داریم که ادامه بدیم، یعنی کاری که تو این 3 ماه گذشته کردیم رو به هیچ وجه ول نکنیم و الان هم که اتحادیه اروپا و به زودی آمریکا تحریم‌های جدیدی رو، اروپا امروز تحریم جدید گذاشته و به نظر میاد که آمریکا بیشتر خواهد کرد تحریم‌هاش، صدای مردم ایران باشیم و صحبت بکنیم از اون ایرانی که در آینده میتونن داشته باشن. ممنونم امیر حسین جان. هیچ واژگان چرک، نحس و هیچ لغتی، هیچ لفظی در زبان فارسی نیست، حتی الفاظ مطرود، الفاظ بی‌حیثیت و بی‌آبرو که بتونه دیگه شخص رهبر جمهوری اسلامی و این حکومت رو توصیف بکنه یا نیات اونها رو بیان بکنه. زبان عاجز، شبیه این حکومت در تاریخ وجود نداشت. بفرمایید. همینطور جناب بودی، اجازه من همین سلام و درود عرض کنم به بینندگان شما، خانم معمار صادقی، آقای محمدی، همکارانتون و خسته نباشید به خود شما. ببینید، من فکر میکنم این والا حتی عنوان اعدام هم به نظرم براش اشتباه، یعنی این جنایت کاری که جمهوری اسلامی میکنه و حال اعدام هم حتی در کشورهایی که هنوز اعدام رو اجرا میکنن یک پروسه‌ای داره، عمدتاً مدت‌ها طول میکشه تا یک فرد همه اون مراحل دادگاه، دادرسی، شهود برند، رسانه‌ها مطلع بشن از جزئیات تا در نهایت شاید سال‌ها و بعضاً دهه‌ها طول میکشه یک فرد اعدام بشه. ما در همین آمریکا میبینیم موارد معدودی که اعدام میشه، چقدر در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت میشه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه تا اعدام هم نیست، یعنی جمهوری اسلامی عملا زندانیان رو در داخل زندان میکشه و بعد هم به خاک میسپره و بعد تازه به خانواده هاشون میگه بله ما جوونتون رو کشتیم. کاری که امروز اینا با امروز صبح با
مجیدرضا رهنورد کردن چند روز قبل، با محسن شکاری کردن و به نظر میرسه که قصد دارن ادامه بدن. من این رو از یک زاویه میبینم که جمهوری اسلامی، البته میگن که برای اعراب مردم، ولی من بعید میدونم مردم مرعوب بشن. یعنی مردمی که در همین 3 ماه گذشته دست کم 500 نفر بر اساس آمارهایی که هست، ولی احتمالا بیشتر، در خیابونها کشته دادن، هزاران هزارشون در زندانها هستن و همچنان این جنبش انقلابی رو ادامه میدن به شکلهای مختلف، مرعوب نمیشن با کشته شدن همرزمانشون در زندان. کاری که جمهوری اسلامی میکنه به نظرم بیش از این که جمهوری اسلامی اینو میدونه، یعنی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نظر من این طور نیست که نفهمن این رو که با این کشتنها مردم مرعوب نمیشن. من تصور میکنم هدفشون بیش از این که مرعوب کردن مردم باشه، روحیه دادن به اراذل اوباش خودشونه. یعنی اینها میبینن که اون اراذل اوباش عمدتا بسیجیشون که در خیابونها هستن و بعضا خب کم هم میارن جلوی این جوونایی که میبینید کسانی که دارن میکشن همشون ورزشکارن. محسن شکاری ورزشکار بود، محمد رضا مجیدرضا رهنورد ورزشکار، تعداد زیادی که الان در صف قتل حکومتی قرار دارن در زندانها عمدتا ورزشکارن، از فوتبالیست بینشون هست، قهرمان پرورش اندام از کشتی هست، قهرمان کاراته هستش. به نظر میرسه هدف اینه که به اون اراذل اوباششون بگن که اگر شما این وسط ضربه ای میخورید، نیم کم میارید جلوی این مردم، ما پشتتون هستیم، نگران نباشید، ما داریم اینها رو میکشیم، فکر نکنید ما پشتتون رو خالی کردیم. این به نظر من مهمترین هدف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از نظر سرکوب کم آورده و سعی میکنه با این نوع اقدامات، در واقع واقعا قابل توصیف نیست این کلمه که شما اسمش رو گفتید، واقعا سخته که آدم بگه حتی جنایت، باز میبینه این حتی از جنایت هم فراتر کاری کنه. و من فکر کنم هدفش همینطوره. ممنونم، نکته خیلی مهمی رو امیر حسین جان بهش اشاره کرد، اینکه نه مردم رو ساکت میکنه نه مردم رو مرعوب میکنه. و بعد این مجموعه عملیات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی هم تا بهار که نتیجه وارونه داده. اون چی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که میخواد دل هواداران خودش رو قرص بکنه، چون بارها اینجا اونها شکایت هایی شنیدیم یا زمزمه هایی که این نیروهای سرکوبگر خسته شدن، فرسوده شدن، ترسیده شدن و جمهوری اسلامی ناچار دست به چنین عملیاتی بزنه. قتل نفس اسم این اعدامی است، اسمش قتل نفس، درست میگه امیر حسین، قتل نفس. و این فقط از این حکومت ساخت است، یعنی حکومتی که داره اعلان جنگ میده به مردم و در این حال در با صراحت تمام میگه آقا ما دشمن شما، ایرانی هستید، ما دشمن شما هستیم، ما تا مغز استخوان نسبت به شما نفرت میبرزیم، اومدیم کار شما رو تمام بکنیم، اومدیم همه خوشبختی های تاریخ شما رو مصادره کنیم، اومدیم حال خوش شما رو پلمب کنیم. اینه پیام هایی که حکومت داره میده و شخص علی خامنه‌ای که واقعا دیگه ذاتش غیر قابل توصیفه، غیر قابل توصیف، هیچ رهبری با خودش این کار رو نکنه. ببینید هزینه ها چقدر سنگینه، دنیا رو داره از دست میده، دنیا رو داره از دست میده، کسی نیست در دنیا که آرزوی مرگ این حکومت رو نداشته باشه. حامد جان سراپا گوشی. به نظرم امیر حسین نکته خوبی رو گفتش که در شرایط جنگی برای اینکه جبهه دشمن رو جمع بکنی شرایط دیگری رو باید انجام بده کف خیابون. جمهوری اسلامی چون نتونست کف خیابون مردم رو جمع کنه، برعکس آبان که حالا 12-13 روز طول کشید با اون همه کشتار، این بار نزدیک 3 ماهه که این تظاهرات داره پیش میره، هم تعداد تلفات مردم کمتر شده نسبت به آبان ماه، هم میزان تلفاتی که از نیروهای امنیتی گرفتند بیشتر شده و هم روش ها و تاکتیک هایی که مردم در خیابان بر اساس تجربه این 2-3 دهه پیاده کردند، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو زمین گیر کرد. 2 سال یا 3 سال پیش بودش که اشتری فرمانده فعلی نیروی انتظامی صحبت از این بود که حدود 50,000 نیرو کم داریم، علاوه بر اینکه تجهیزات و بودجه هم کم دارن، و
بر اساس طرحی جمهوری اسلامی داخل مرزهای ایران باید حدود 200 کلانتری و پاسگاه داشته باشه. من فکر میکنم این آمار 85 یا 95 است. در واقع کمبود نیرو هر وقت که تظاهرات سراسری برگزار میشه یا اعتراضات سراسری در این کارزارها برگزار میشه کمبودش احساس میشه. این بار این کمبود سبب شد که امنیت و ساختار جمهوری اسلامی در شرف فروپاشی قرار بگیره. تعارف رو کنار بگذاریم. اگر 5 ماه پیش صحبت از این بود که حال و روز نظام اینجوری است، خیلی از حتی خوشبین ها هم باور نمی کردن که بشه اتفاقاتی رو که امروز می افتاد پیش بینی کنن به این دقت. ولی این اتفاق افتاده. این شکست هیچ راهی نداره جز این که در یک گوشه ای از شهر مشهد سپیده دمی یک جوانی رو که بی‌دفاع، مظلوم، حتی مشخص نیست که جلسات دادگاه اون چجوری برگزار شده، وقتی که کلام وکیل تسخیری او رو میگن خودش مشوق قاضی بوده برای اعدام متهم، میکننش بالای دار. عکسایی هم که خبرگزاری قوه قضاییه از اون جمعی که اونجا حاضر بودن، همه ماسک زده، فقط چشم‌ها معلوم بود، زنان چادر به سر مشکی پوش. این فیلم‌های آخرالزمانی، این فیلم‌های جنایی، این فیلم‌های وحشتناکی که می‌سازن برای گیشه جمهوری اسلامی برای مردم در واقع به ارمغان آورده. اما اگر مردم قرار بود بترسن، که خب کشتار این 400-500 نفر از ابتدای این داستان و اصلا 44 سال پیش برده، با نسلی مواجهن که از این چیزها نمیترسن و برای نیروهای بسیجشون پکیج هایی رو چیدند. یه بخشش اینجاست که بکشن زود بالای دار این جوان ها رو، بگویم که پشت شما هستیم و این پیام رو هم بدن که اگر ریزش بکنید یا به صف مردم بپیوندید، بلایی که سر شما هم ممکنه بیاد. در واقع یک زهر چشمی از نیروهای خودشون هم میگیرن اینا. قبلا که جمهوری اسلامی در ملأ عام اعدام میکرد، اینقدر جسارت اینو داشت که حداقل 4-5 تا از این عکاسا و خبرگزاری های حکومتی رو اونجا بسیج کنه، عکسی بگیرند، از تصویر مردم عکس بگیرند، از اینکه حالا کسی غم گوشه ای وایساده یا استرس داره عکس بگیره. الان هیچ. این شرایط کاملا پلیسی است، شرایط کاملا جنایی است. ما میکشیم فقط برای اینکه پیام کشتار بدیم. اما یک مسئله رو فراموش نکنیم آقای میگو، ریزش در نیروهای مسلح علل خصوص نیروی انتظامی شدت گرفته. در بسیاری از شهرستان ها که جمهوری اسلامی آنجور که میخواست در سرکوب موفق نبود، الان کلاس های قرآن برای اینها برگزار میکنند. رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی اعلام کرده به 65 کلانتری در تهران آخوند فرستاده. آخوندهایی که هدفشون اعلام کردن مشاورن، قراره برن اونجا با کادر و پرسنل صحبت کنن، سوالات اونها رو جواب بدن. این صحبتی که میکنیم در سایت ایکنا خبرگزاری قرآن اومده. یا مثلا کلاس‌های قرآنی برای این پرسنل، کلاس‌های بصیرت افسری برگزار میکنن. در سپاه و بسیج هم شرایط به همین ترتیب. مجموعاً اون چیزی که از حال روز جمهوری اسلامی بر بیاد اینجاست. این نظام اگر یک روز، فقط یک روز اعلام بکنه که مردم بیان داخل خیابون، امنیت این تظاهرات برقراره، شک نکنید به فردای اون روز نخواهد کشیده شد. نظامی مانده فقط به زور اسلحه و سرکوب و اعدام سر. همینطوره. واقعا این تصویری که نگاه بکنید درست میگه. متوجه میشه چقدر این حکومت ترسیده، چقدر دچار خوف شده، چقدر وحشت زده شده. این رهبران جمهوری اسلامی حشره هایی هستند که دوست دارن مردم اونها رو هیولا ببینند. در برابر این مردم، در برابر این مردم بزرگ و باشکوه که دنیا رو به تحسین واداشتن، اینا حشره هایی که دوست دارن مردم. این آقای خامنه ای یه پیرمرد علیل تو این سن و سال دوست داره به اندازه زندان بزرگ ترسناک باشه. و عجیبه که تصور اینها این که با اعدام میتونن مردم رو ساکت بکنن یا کماکان بتونن حکومت بکنن. این خیال خامه، این خیال خامه. همه حوادثی که در دنیا داره میگذره نشون میده جمهوری اسلامی به گذشته تعلق داره. تصمیمی که چین در برابر خاورمیانه گرفته به این معناست که به منافعش اندیشه میکنه. جمهوری اسلامی رو به گذشته میدونیم یا امری مربوط به گذشته که دیگه به کار آینده چین نمیخوره، به کار حتی امروز چین نمیخوره. با بهش خدافزی کرد. خانم میمار صادقی عزیز، فقط
چقدر ایرانی ها دارن بزرگتر در چشم دنیا ملتی هستن که دارن رشد میکنن، بزرگ میشن، به عنوان شهروندان برجسته و مسئول این جهان شناخته میشن، در عوض جمهوری اسلامی داره خرد میشه، کوچیک میشه، ذره میشه، انقدری که دیگه فقط با میکروسکوپ با دیدش مثل باکتری ها. الان این وضعیت به دیگه مناسبات مردم و این حکومت الان همون اندازه به این سطح رسیده. بفرمایید. مثل باکتری. خوبه واقعا آقای خامنه ای کوچکترین انسان این دنیاست الان. یعنی چی باید باشی که با مردم این کارو بکنی و چقدر وقتی با خودش فکر میکنه، به خودش فکر میکنه خامنه ای، چی تو ذهنش باید بیاد؟ آدمی که خودش یه موقع زندانی بود الان شده کسی که دستور دار زدن و شکنجه و تجاوز و کشتن بچه و مغز دخترها رو کوبیدن تا بمیرن و اینا، اصلا بعدم اون وقت با اون عمامه و اون لباس آخوندی و اینا فکر میکنن که مثلا به خدا نزدیکن. هیچ انسانی نیست تو این دنیا که به خدا باور داشته باشه واقعا، به خوبی، به شرافت باور داشته باشه. و این خامنه ای و همه کسایی که هنوز دور ورش هستن واقعا شر نبینه، بدترین این دنیا نبینه. اینا کسافت ترین آدمای این دنیا هستن. ما ایرانی ها متاسفانه حکومتی که 43 سال کشورمون رو گروگان گرفته، اکیپای کرده، بدترین حکومت دنیاست. درسته که کره شمالی خیلی عقب افتاده تر از یعنی اون واقعیتی که توش زندگی میکنن اون مردم عقب افتاده تر از ایران هست، ولی به عنوان یک حکومت، به عنوان یک حکومت توتالیتر، هیچ حکومتی نیست تو دنیا که به این بدی باشه از لحاظ لجبازی که میکنه با انسانیت، لجبازی که میکنه با دنیا. این که میخواد بگه که نه، شما اتحادیه اروپا این کارو کرده، سازمان ملل این کارو کرده، مردم ایران این همه شرافت و اتحاد از خودشون نشون دادن، بیرون از کشور خانمایی مثل خانم نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، خانم رویای پیرایه که اینقدر با شعور زیاد، یعنی عقل زیاد، با سن خیلی کم اومده، واقعا هم قلب هم فکر هم وجدان سیاستمداران غرب رو به دست آورده. آقای خامنه‌ای واقعا در مقابل اینا چیه؟ خودش میدونه که یه کسی هستش که فقط و فقط دورور خودش بدترین یک جامعه رو جمع کرده، برای همینم هم به طور دائم با ترس زندگی میکنه. میدونه که وقتی که دورووری های خودش دروغگوترین، فاسدترین، آدم کشترین آدم های اون جامعه هستن، خودش هم هیچ آرامشی نداره. فقط من میدونم که مردم ایران همون جوری که گفته شد تا حالا تو این برنامه، قوتی که الان دارن، اعتماد به نفسی که دارن، اتحادی که دارن، روحیه‌ای که دارن، وجدانی که دارن، خیلی بیشتر از این حرفا هست آقای میبودی، که با اعدام کردن و اینا دیگه عقب نشینی بکنن و کوتاه بیان. اما اگر ما بیرون از کشور نتونیم موفق بشیم که واقعا صدای این مردم باشیم و اتحاد اون مردم رو نمایندگی بکنیم، یعنی آینه باشیم برای اون اتحاد، آینه باشیم از اون خودگذشتگی که دارن، کشورهای دیگه، غربیا، آمریکا و اروپایی ها میتونن بگن که این مردم همه چیز از خودشون گذاشتن، ولی ما دنبال صدای متحد بیرون از کشور هستیم که با اون صدای متحد، با اون اپوزیسیون متحد بتونیم گفتگو بکنیم و شما رو به یه آلترناتیو ببینیم به این حکومت. شما بتونید به ما گارانتی آینده ایران رو بدین. با شماها مراقبت. دکتر خوبی گفتی. نکته فوق به نظرم به خوب جایی رسیم. امین حسین جان دیگه
هیچ نوع تعللی بخشش پذیر نیست. در بین نیروهای اپوزیسیون حتی دیدم که جوانها در محلات ایران هم پیام دادن به اپوزیسیون در بیرون از ایران که سریعا با هم ائتلاف کنید. سرپا گوشیم. ببینید اولا الان من اینجا باز با خانم معمار صادقی مخالفم، چون اتحادی که مردم ایران اگر در داخل ایران نشون دادن در خارج از کشورم در این 12 13 هفته بی‌نظیر بوده اتحاد. یعنی همون اتحاد ملی که در داخل هست شما در گوشه گوشه دنیا دارید میبینید که ایرانی‌ها و الان دیگه خیلی از غیر ایرانی‌ها رو هم همراه کردن با خودشون در این همراهی با جنبش انقلاب ملی در ایران. ما چیزی که امروز در خیابون‌های واشنگتن، لندن، برلین، لس‌آنجلس، نیوز در نیوزیلند، در استرالیا، در سراسر دنیا داریم می‌بینیم، به نظر من حتی فراتر از اون جنبش جهانی ضد آپارتاید آفریقای جنوبی. یعنی شما کجا دیدید که اینطور هر روز هفته، هر تمام این روزه، هر وقت که اتفاق می‌افته مردم به شکل خودجوش بعضن بیان به خیابون‌ها، برن جلوی سفارت‌ها؟ ما باید حواسمون باشه، داریم با مردم ایران صحبت میکنیم و وقتی با مردم صحبت میکنیم اون مردم رو نمیگم که بهشون دروغ بگیم یا امید واهی بدیم، ولی اون چیزی که هست رو بهشون بگیم. مردم الان یک حسی از بعضی از تحلیلگران در بیرون میگیرن که انگار بیرون از کشور هم با هم اختلاف دارن. نه مردم، کسانی که در داخل ایران این برنامه رو میبینن، مردم مخالفانشون به جمهوری اسلامی، مردمی که در بیرون از ایران هستن از همیشه متحدترن. من خودم الان نه این 12 سالی که بیرون از ایران هستم هیچ وقت این اتحادی رو در بیرون از ایران ندیده بودم، هیچ وقت اصلا تصورش رو هم نمی‌کردم که روزی ما در بیرون از ایران بتونیم چنین اعتراضات بزرگی رو، اونم نه برای یک روز و دو روز، برای هفته‌های متوالی داشته باشیم. این البته اعتبارش برای شماست، کردیتش برای شماست، شما هستید که بیرون از ایران این جمعیت رو در واقع متحد کرد با هم دیگه. اما در مورد ائتلاف سیاسی که صحبت می‌کنیم، ببینید ما افراد نمیتونن با هم ائتلاف داشته باشن. یک هنرپیشه، یک نمیدونم ورزشکار، یک نمیدونم شاهزاده، یک اکتیویست، ائتلاف بین اینا بی‌معنی است. اینها میتونن، این افرادی که نفوذی دارن، اینفلوئنسر هستن به نوعی در هر کدوم در حوزه خودشون، میتونن با همدیگه همراهی بکنن، همکاری بکنن. اگر در مسیج فرستادن، در پیام فرستادن هستش، یک هماهنگی‌ای بین همدیگه داشته باشن. اما ائتلاف رو سیاسیون انجام میدن. ائتلاف رو باید افرادی انجام بدن که سیاسی هستن، فکر سیاسی دارن، یک جریان سیاسی، یک نگاه سیاسی رو نمایندگی میکنن. شما نمیتونید پرتقال و سیب رو با هم دیگه بگید توی سیب بگید بعد با هم یکی هستن. اینا یکی نیستن، هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، ولی سیاسی ها از یک جنسن، زبون همدیگه رو میفهمن، یک بک‌گراند سیاسی دارن، یک جریان سیاسی رو نمایندگی میکنن. اگر دنیا، اگر واقعا دنیا، که من شک دارم که اینجوری باشه، اما اگر واقعا دنیا دنبال یک آلترناتیو سیاسیه، اون رو باید از سیاسیون، دنبال سیاسیون بره و از اونها به خاطر یک نمایندگی سیاسی داشته باشید. کسانی که هنرمندن، خانم بنیادی که خانم معمارصادق اشاره میکنه، نقشش همینه، او سفیر مردم ایرانه. به دلیل اینکه فعالیت حقوق بشری کرده، به دلیل اینکه خوب صحبت میکنه، به دلیل اینکه با مردم ارتباط داره، میتونه در مجامع بین‌المللی سفیر اونها باشه. کما اینکه این کارو کرد، رفت در سازمان ملل، یکی از بهترین سخنرانی‌هایی که یک ایرانی تا امروز، شاید حداقل در این چند دهه گذشته که جمهوری اسلامی حاکم در سازمان ملل، انجام داده رو او انجام داد. اما نازنین بنیادی کارش ائتلاف سیاسی نیست، اینو ما باید درک بکنیم. نازنین بنیادی کارش همونی که داره درست انجام میده، کارش اینه که بتونه در خارج از کشور در تجمعات شرکت بکنه، در گرد همایی شرکت بکنه. اون سیاسی، اون کسی که حزب سیاسی داره، اون کسی که سازمان سیاسی داره، او رو ما باید بهش فشار بیاریم که برو ائتلاف سیاسی بکن تا بتونی آلترناتیو سیاسی رو تشکیل بدی. و در عین حال چهره‌هایی که مثل شاهزاده رضا پهلوی هستن، در نقش اون آلترناتیوی که در واقع دنیا میشناسه که میتونه یک تضمینی بده که کشور ایران بعد از جمهوری اسلامی دچار بی‌ثباتی نمیشه، او نقش رو بازی میکنه. او هم برای اینکه یک فرد سیاسی نیست، یک فرد غیر سیاسیه، منتها کسی که مورد اعتماد مردمه. ما باید هر کدوم اینها رو جایگاه رو بشناسیم. مثل یک تیم فوتبال، کاپیتان داره، دفاع داره، مربی داره، فوروارد داره، بازی ساز داره، پلی میکر، اینا هر کدوم جای خودشون داره. ما اگه اینها رو نشناسیم دوچار تحلیل هایی میشیم که به مردم ایران که داخل دارن هزینه میدن پیام اشتباه. تشکر میکنم. خب
از بازار آگهی و بحث به نظرم خیلی جالبیه، حتما شما هم بازبارش فکر بکنید. همینان ارجمندم، اون چی که مسلمه در حال حاضر هموطنان ما در درون کشور نه نیاز به رهبری دارن، نه کسی قراره بهشون کمک بکنه، خودشون میدن به پایه شرایط چه ها باید انجام بدن، چون کف خیابان هم. اما میرسیم به دوره ای که دیگه این رهبری های کف خیابان به اصطلاح به نقطه پایان میرسن و بعد دوره قرار آرام پیش میاد و واقعا باید یک آلترناتیوی وجود داشته باشه که بتونه قانون رو حاکم بکنه، به معیشت مردم برسه و در فکر بسترسازی برای آینده باشه. این وظیفه نیروهای مدعی قدرته. ببینید الان امیرحسین اشاره کرد، قانون اشاره درستیه، ما چند نیرو داریم؟ یکی مردم عادی هم که ببینید اتحادشون در خمیز پنج قاره صاحب اتحاد، چون یه اتحاد حیرت انگیز مثلا در بین کسانی که اصلا سیاسی هم نبودن، اصلا نه با سیاست کاری داشتن نه با ایران کاری داشتن، متولد آمریکاست، فارسی هم بلد نیست، از یه خانواده ایرانی مهاجر، امروز تمام اون عشق در وجودش به تجلی در آمد، یعنی میخواد هر کاری از دستش برمیاد برای ایران انجام بده، در فکر برگشت به ایرانه. یه فنومنه، یه اتفاق عجیبه در تاریخ ما. خب اینا به هم متشت، اما نیروهای مدعی قدرت چون واکن در بینشون پراکندگیست، بینشون دیوارکشیه، این دیوارا باید برداشته بشه. ما نمیتونیم از قدرتهای غربی توقع کمک داشته باشیم و حمایت از جنبش در حالی که خودمون به عنوان ایرانی، به عنوان عواملی که میتونه نقش مؤثر داشته باشه هم در ایجاد پیوند بین جنبش و بیرون ایران و هم رسا کردن صدای مردم ایران، و متاسفانه تعلل کردیم، پا به پا شدیم، هنوز به تصمیم نهایی و جمعی نرسیدیم، هنوز هم خیلی مسائل دیرین قدیمی کهنه و ریشه داری که به نظر من اغلبش هم برمیگرده به دوره قبل از انقلاب در ما هست و ما رو گرفتار کرده. یک نیروی قائم به ذات باید بیاد وسط، دیگه کاری نداشته باشه، قائم به ذات و تبدیلش یه نیرویی که مغناطیسی که بقیه رو چسب بکنه، ولی بالاخره یک کسی باید قدم پیش بگذاره، نمیشه همش منتظر بقیه باشین، وقتی بقیه نمیان ما باید کاری انجام بدیم. برمیگرد برای من رو میگیرم امیانا نجه انجومند رست جالبیه، شما میتونید در بارش فکر بکنید. بین سه شخصیت تحلیلگر جوان نظراتون ها رو گوش میکنیم، به هر حال اون چی که مسلمه اینه که کشورهای غربی دارن به مرحله تصمیم گیری میرسن در باره جمهوری اسلامی، دست کم دارن دوبار فکر میکنن، خیلی هم تجدید نظر کردن در مبانی اندیشه و استراتژی خودشون نسبت به جمهوری اسلامی. آلمان در رأسشه، آمریکایی‌ها هنوز دارن پا به پا میشن، ولی ناچارن در نهایت به یک اجماع برسن با همه قدرت‌های غربی در برابر یک حکومت شرور و غیر قابل تحمل در دنیای امروز. اما اونا زمانی تصمیم به نهایی رو میگیرن که مطمئن باشن قدرت بدیل وجود داره، نیروی جانشینی هست، گروهی هست که بتونه در واقع هم نمایندگی کنه مردم ایران رو و هم بتونه با قدرت‌های غرب وارد گفتگو و مذاکره بشه در قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه. به هر حال اینا به منافع خودشون اندیشه میکنن، و یه قدرتی باشه که بتونه توجیه کنه این مناسبات رو. خب آمد جان سراپا گوشیم. حامد جان صدا حامد صدا بس سخت و طولانی رفت، تصویرش رفت از این بابت از این بابت که انقلاب یک رویداد، یک پدیده سیاسی بزرگ بر ستونهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره و ذالک استوار. وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم، صحبت از یک دگرگونی بزرگ میکنیم برای یک ملت 80 میلیونی داخل ایران که در 15 میلیون نفر تا
نسل سوم و چهارمشون هم خارج از ایران زندگی میکنند، انقلاب فقط محدود به مرزهای ایران دیگه الان نیست. آفتاب که از سیدنی و ملبورن طلوع میکنه، در بعضی از روسا اعتراض داریم تا غرب آمریکا که خورشید غروب میکنه. همه رو 48 ساعت طول میکشه فقط این اعتراضات رو پوشش داد. از اون طرف هم با رژیمی طرفیم که بهترین شرکاش تروریست ها هستن، حزب الله، اشعت شعبی، حماس و گروه های بدنام و تبهکار قاچاقچی که نفت مردم رو غارت میکنن، زیر قیمت در بازار سیاه میفروشن و پولش رو حالا معلوم نیست به کجا برمیگرد. وقتی که شرایط شبیه این روزها میشه، اسمش شرایط انقلابی میشه، خب از نگاه آرمانی ممکنه توهم رهبری خرد تا کلان به هر کسی از جمله بنده که اینجا نشستم دست بده. یک توییتی میزنم 10 تا 20 تا 500 تا 5000 تا 10000 تا لایک میخوره، تعدادی فالوور در صفحه خودم احساس میکنم، حرفم چند جا برو داره با چند فرد متشخص، رهبر قدرتمند نشست و برخاست میکنم و ممکنه فکر کنم که دیگه حالا قدرت این که یک رهبر یا یکی از رهبران باشم رو دارم. بله، هر کسی میتونه ادعا کنه که میتونه رهبر باشه، میتونه ادعا بکنه که میتونه دور یک میز ائتلاف رهبری بنشینه، شورای فکر، اتاق فکر، شورای رهبران رو تشکیل بده. اما در عمل رهبر میدانی و رهبر معنوی که نیرو محرکه یک انقلاب و جنبش آن هم با این ابعاد باشه، مؤلفه هایی رو نیاز داره که یک بخشش ثبات شخصیته. یعنی مردم اینگونه نیستش که چشمشان را باز بکنند و بگن این رهبر شماست، یا بخوان رهبری رو دیکته بکنند با حجم رسانه‌ای. ممکنه موقت اسمش به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه، ولی اینکه کف خیابان آنهایی که در کارزار نبرد میکنند جلوی نیروهای سرکوبگر، او رو به عنوان رهبر میدانی یا رهبر معنوی قبول داشته باشن، حاصل زد و خوردهای سیاسی و پیچیدگی‌های اونه که از دلش رهبر پرورش پیدا میکنه. در واقع رهبری اتکت نیست که روی یک سینه کسی بزنن یا شماره‌ای رو پشتش حک کنن که ایشان رهبر است. نه، مردم رهبرشون رو در دل تاریخ انتخاب میکنن یا به یکی اقتدا میکنن یا یکی رو مرجع میدانن اگر متدین باشن، یا اگر نگاه سیاسی کلاسیک داشته باشن یک رهبر رو به عنوان یک میراثدار انتخاب میکنن. ولی در کنارش هر کس دیگه هم میتونه ادعا بکنه اگر زورش رو داره رهبر. و در عرصه سیاست هم این گویا این میدان، حالا ممکنه این وسط مطرح هم بشه که دیگرانی یا فردی یا شخصی ساز ناکوک در تشکیل یک ائتلاف میزنن، کنارش بذارن برن گروهی رو تشکیل بدن، رهبری رو به دست بگیرن، جمعیتی رو اگر دارن در خیابان‌ها بریزن، خودشون رو دیکته بکنن به جامعه و سایر رقبا. این یک بحث بسیار بسیار ساده است، اما در این حال پشتش پیچیدگی‌هایی داره. من فکر نمی‌کنم که به واسطه هشتگ زدن و ساختن برنامه، این که گفت جای یک تیم رهبری خالی است، اون تیم رهبری ایجاد شود. کمان که اگر هم ایجاد شود، سازوکار و ضمانت اجرایی اون همچنان مشخص نیستش. به فرضم که حالا افرادی حالا حسن قلی خان، گروه بانقندلی یا کروات زده ها و زیبارویانی همه جمع شن دور هم و هر کدومشون هم یک عشق خوبی رو نمایندگی بکنن، هر کدومشون هم چهرهای شناخته شده ای باشن، اینها باید قدرت اجرا هم داشته باشن. بودجهشون از کجا میخواد تامین بشه؟ چه کسانی آنها رو میخواد در چه فرایندی انتخاب بکنه؟ اینها نشستن، محور برنامه هاشون چیست؟ رسانه هاشون کجاست؟ آیا اگر بیانیه‌ای دادن کف خیابون چقدر از اونا تبعیت میکنن؟ اگر نکرد چه باید بکنید؟ اینها ساختارهاییست که اگر مردم معطل تشکیل همچین چیزهایی باشن، احتمالا اون نبه آقای خامنه‌ای که دوربرش در نماز جمعه میدوی همسن خمینی شده هنوز حکومت هست. خوشبختانه مردم از این مرحله عبور کردند. آن چیزی که در رسانه ها بعضی از کارشناسان مطرح میکنن که جای یک رهبر خالی است، یا انقلاب بی سر است، یا هدایت نمی شود، اینها حالا در بحث رسانه‌ای هر کسی مختاره که صحبت بکنه، ولی در واقعیت اینجوری نیستش. در واقع یک انقلاب که 80 روز در یک رژیم مستبد دوام بیاره، با وجود خونهای که ریخته شده ادامه بده، بدون اینکه یک مانیفست مشترک داشته باشه، از جایی به یک هوشمندی در ایران گرایی برسه، در شرق اون به نفع غرب مردم شعار بدن،
در زاهدانش کردستان رو صدا کنن، در تبریزش خاش رو، در شمالش وقتی جوانی کشته میشه در بوشهر سینه چاک داشته باشه. این انقلاب به بلوغ رسیده، رهبر باشه یا نباشه، این مردم اصلا به بلوغی رسیدن که به زنگاهش خودشون در خیابان فریاد میزنن چه کسی رو رهبر میخواهند، آن کسی که قراره در آینده، منظور من از رهبر کسی نیستش که قراره بر ایران سلطه بکنه، خیر، کسی که بتواند دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی رو طی بکند، فصلش که برسه او رو هم در خیابون فریاد میزنن یا افرادی رو. بعد اون موقع است که میشه نشست دور هم یک شورایی رو تشکیل داد، برسن به اون تصورات و برنامه‌هایی که دارن مجلس مؤسسان و گذاشتن صندوق رأی و کشیدن ناظران بین‌المللی برای یک انتخابات و چه و چه و چه. این رسیدن به اینجا مستلزم اینه که در خیابان چه اتفاقاتی بیفته، مستلزم اینه که اعتصابات چه جوری هماهنگ بشه. هیچ کدام از رهبرانی که الان مدعیان که میتوانند هدایت بکنن مردم رو، یا اینکه مردم میگوین که اینها هم شخصیت‌های مورد وثوق ما هستند، نمیتونن از طرف مردم فراخوان بدن که در فلان روز فلان ساعت فلان کار رو بکنن. خود مردم هستند در قالب تجربیات این یکی دو سه دهه اخیرشون یاد گرفتن چجوری فراخوان بدن، چجوری ازش حمایت بکنن. کی اندوه، مگر بعد از باخت جمهوری اسلامی به آمریکا کسی فراخوان داد؟ مگر این 80 روز که مردم محل محور گاهی پررنگ گاهی کمرنگ با نوسان اعتصاب کردن، مگه کسی از بالا به اونها دیکته کرد؟ خیر، مردم از پایین چیزی رو مطالبه کردن، صداشون از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی به گوش مدعیان رساندن، اونها هم حمایت کردن و این اتفاق افتاد. این رو هم فراموش نکنیم که اینجوری هم نیستش که به سادگی بگوییم ها و این جمعیت میرود و انقلاب و مردم در واقع یلخی و فعلهی کارشون رو میکنن. نه، در نهایت به یک جمع‌بندی عمومی بین چهره های شناخته شده ای که غرب هم به اونها توجه دارن، صدای اونها در واقع احساس میکنن خلاصه و چکیده خاص مردم از زبان اونها طرح میشه، باید به یک جمع‌بندی برسن، باید به یک تصمیم نهایی برسن، اما نه در مورد یک شورا، در مورد یک فرد. تعارف رو کنار بگذاریم، بریم بگردیم ببینیم اون فرد کیست، بریم بگردیم ببینیم اون فرد اگر صندوق رأی گذاشتیم، اگر یک انتخاباتی برگزار میشد، چه کسی مورد دیدگاه اونه، او رو بیاریم وسط، حتی اگر نخواست به زور یقش رو بگیریم بیاریم. اون موقع میشه که اون چیزی که آقای میبود شما بهش اشاره کردید، در نهایت باید دنیا بداند طرف حساب کیست. این رو هم داخل پرانتز بگم، این دنیا هم انقدر گیج و منگ نیستش که ذره بین برداره و بخواهد بگردد ببیند از کجا چه صدایی برمیاد. اونها دستگاه ها و اتاق فکرهای بزرگی دارن، دستگاه که منظورم دستگاه های سیاسی است، منظورم اتاق های فکری است که میدونن مردم ایران چه چیز رو میخوان، چه کسی اعتماده، چه کسی پشتوانه داره و اینها. در نهایت الان در مرحله سبک سنگین هستند و خیلی هم نمیشه از اونها خواست، فقط اون از اونها خواست اقدام عملی بکنن، فشار آورده بشه سفراشون رو پرت کنن بیرون، سفرهای خودشون رو بیرون بکشن، سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو ببندن، سطح تبادلاتشون رو به کاردار یا حتی زیر اون تقلیل بدن و کارهایی که میشه کمک هم بدن. تشکر میکنم. مریم جان فراپا گوش. خیلی ممنون آقای میبودی. همین یه کمتر از یه ساعت پیش آقای شاهزاده رضا پهلوی توییت جدید نوشتن که در اون توییت دوباره دعوت کردن که همکاری به وجود بیاد بین گفتن شرط کسایی که در این همکاری باید باشه. من امیدوارم بتونم خوب بخونم فارسی من، حالا میبینید چقدر بده. من بار دیگر نخبگان سیاسی کشور را که به تمامیت ارضی ایران، دموکراسی سکولار و حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد پایبندند، به همکاری با یکدیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی و قرار دادن دوباره کشور بر ریل برقی و تمدن دعوت می کنم. ترقی و تمدن آره. پس یعنی که مهمه، یعنی این که این الان موضوع مهمه که شاهزاده رضا پهلوی هم لازم میدونن که بیان دوباره بگن که بیاین همه یکی بشیم، همکاریمونو به وجود بیاریم، برای اینکه
خیلی خطرناکی که ما این کارو نکنیم. صحبتایی که شد از این اتحاد مردم و این همه شجاعت و اینکه این اتحاد در بیرون از کشورم وجود داره که خب هممون بهش اشاره کردیم و هممون براش احترام داریم. موضوع این هستش که آیا رهبران سیاسی میتونن نمایندگی بکنن و در این نکته تاریخی، در این نکته حساس اون وظیفه خودشون رو انجام بدن یا نه. چند نکته. یکیش این هستش که خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این نیروها باید بیان یکی بشن و به موقع وظیفه خودشون رو انجام بدن. فکر میکنم که همه سر این میتونیم موافق باشیم که الان این شکل نگرفته. اگر شکل گرفته بود، اگر رو اون مسیر درست بودیم، الان شاهزاده رضا پهلوی یه ساعت پیش لازم نمیدونست که بیاد همچین حرفی رو بزنه. بنابراین حرف من همون حرفیه که خود شاهزاده رضا پهلوی داره میزنه. حالا چیزی که هست اینه که قبلا خیلی از همین آدمای سیاسی که میگن که اون اتحاد وجود داره به خاطر اینکه داخل ایران وجود داره، میگفتن که اپوزیسیون بیرون از کشور این وظیفه رو داره که این کارو بکنه، برای اینکه اون رهبرانی که داخل کشور هستن زندانن و محیط ایران، جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اون رهبری داخل کشور شکل بگیره. خود مردم ایران خیلی الان چه داخل کشور چه بیرون از کشور با اینکه این اتحاد رو دارن میگن که ما از اون رهبران و این توقع رو داریم. حالا این حرف که باید حزب سیاسی باشه و فقط وقتی صحبت ائتلاف میکنیم حزب سیاسی یا گروه سیاسی فقط مطرح هست، این رو من باش مشکل دارم. اولا که صحبت فقط از ائتلاف نیست، من خودم این لغت ائتلاف رو استفاده نکردم، ولی همون جوری که آقای شاهزاده رضا پهلوی میگن همکاری، همسویی، صحبت کردن با هم دیگه، برنامه ریزی و اینکه مخصوصا به کشورهای دیگه در دنیا نشون بدن این گروه، هرچی میخوایم اسمشو بذاریم، این همکاری که ما با همین، این اتحاد رو با به اونا نشون بدن. چرا فقط حزب سیاسی یا گروه سیاسی نباید باشه؟ برای اینکه شما ببین ما الان چند نفر داریم که محبوب هستن، اعتبار دارن. خانوم مسیح علی نژاد، خانوم نازنین بنیادی، آقای حامد اسماعیلیون و چند نفر دیگه. حالا اینا هیچ کدومشون حزب سیاسی ندارن، پس باید چی کار کنیم؟ اینا رو همه رو بذاریم کنار برای اینکه از حزب سیاسی نیستن؟ خب این که نمیشه. و در تاریخچه دنیام که نگاه میکنیم ببینیم که آدمهایی که بزرگترین خدمت رو به مملکت خودشون کردن اصلا از گذشته سیاسی نیومدن، اصلا از هیچ حزب و گروهی نیومدن. آقای واسلاو هاول یه تئاتر نویس بود، آقای زلنسکی کمدین بود، رونالد ریگن هنرپیشه بود. بنابراین ما هم باید بگیم که اوکی، همه جور آدم از خودگذشتگی داشته باشیم، همه جور آدم الان میتونن خدمت بکنن و بشن رهبر مفید مؤثر برای آینده ایران. من فقط برمیگردم به این که اگر که الان این مطرح نبود، اگر لازم نبود، همه آدمای سیاسی از جمله شاهزاده رضا پهلوی راجبش صحبت نمی‌کردن. تشکر می‌کنم. ممنونم. چون همینجورم اینه که هیچ کس نباید پشت در بمونه. هیچ کس. از هیچ نیروی نباید غافل شد. از تمام نیروهای موجود باید بهره گرفت. برای پیشبرد هدف‌های این جنبش بزرگ انقلابی جنبش باشه. یعنی آدم میتونه مثلا به آقای زلنسکی بگه آقای زلنسکی شما از گروه سیاسی نیستی پس برو کنار. آقای امیرحسین جان، آقای اعتمادی، ممکنه وسط سخنان شما ناچار بشیم از بازار آگهی ها. من متاسفانه بعد از یک دیگه نمیتونم خدمتتون باشم. چون می بودی اگر اشکال نداره. خیلی خوب. پس خواهش می‌کنم سریع بفرمایید نظراتتون این بحث. بفرمایید. بله ببینید وقتی که حرف از ائتلاف نمیزنیم و حرف از همکاری همسویی میزنیم، این چیزی که دقیقاً من میگم وجود داره. یعنی شما از چپ تا راست میبینید که امروز همه دارن به هر حال در یک سو کار میکنن.
غیر از اونایی که اساساً ضد جمهوری اسلامی نیستن، از مشروطه خواه تا جمهوری خواه، همه دارن یک از یک هدف حرف میزنن، همسو هستن، در اعتراضات بیرون از ایران همکاری میکنن. پس این وجود داره. اون چیزی که وجود نداره همون ائتلاف سیاسی یا جبهه واحد هست که من گفتم، و اون رو باید وقتی میگیم کسانی باید درستش کنن که یک بک‌گراند سیاسی دارن، به این معنی است که حتما توی یه حزب سیاسی عضو باشن، ولی معلوم باشه از کجا میان. آقای رونالد ریگان عضو حزب جمهوری خواه شد، از حزب جمهوری خواه در انتخابات شرکت کرد و رأی آورد. آقای واسلاو هاول رفت حزب درست کرد، در نهایت و رئیس جمهور اون چکسلواکی شد که حالا بعد تبدیل شد جمهوری چه. آقای زلنسکی هم همینطور. این یک آدمی که بک‌گراند سیاسی داره در نهایت جایگاه سیاسی خودش رو مشخص میکنه. تمام حرف من اینه که ما برای برانداختن جمهوری اسلامی نیاز به آلترناتیو سیاسی داریم. این سیاسی بسیار مهمه. در پیام شاهزاده میگه نخبگان سیاسی. این سیاسی بودن بسیار مهمه خانم معمار صادق. منی که هیچ نمیگم از کجا میام، به کجا میخوام برم، نگاه من در مورد این چیه، در مورد این چیه، در مورد فلان چیز چطور حرف میزنم، یعنی اینکه شفاف نیستم، یعنی نمیخوام مردم بدونن نگاه سیاسی من چیه. ما باید از همه نخبگان بخوایم که نگاه سیاسیشون رو بگن و بعد با بقیه ائتلاف بکنن، همکاری بکنن، هیچ تضادی با هم نداره. اما نکته دومی که به نظرم مهمتره، بزرگ کردن این موضوع ائتلاف سیاسی میتونه بعداً به ضد خودش تبدیل بشه. من قبلا در یک برنامه دیگه گفتم، الانم در فرصت کوتاه تکرار میکنم. دو تا مثال داریم که کشورهایی که بزرگترین ائتلافهای سیاسی رو تشکیل دادن و هر دو شکست خورد. نزدیکم است. یکی ونزوئلا که نه تنها ائتلاف سیاسی بزرگ تشکیل دادن، که اون ائتلاف سیاسی به عنوان حکومت دموکراتیک مورد تایید، دولت دموکراتیک مورد تایید تقریبا همه دموکراسی غربی شناخته شد و شکست خورد. دیگر سوریه. شما در سوریه با کمک همین آمریکا و کشورهای غربی چندین کنفرانس بزرگ داشتید از مخالفان سوری از جناح‌های مختلف. اونها هم کار به جایی نبرد. در مقابلش کشورهایی داریم مثل تونس، مثل مصر و خیلی کشورهای دیگه که اساساً یک ائتلاف سیاسی به اون شکل نداشتن، آلترناتیوشون معلوم نبود، ولی پیروز شدن در انقلابشون. خیلی این دوتا حتی شرط لازم هم نیستش. یعنی ما روی یک چیزهایی تاکید میکنیم و اصرار میکنیم که الزاماً ممکن راه درست نباشه. ممکن راه درست همینی باشه که آقای محمدی هم حامد محمدی هم الان اشاره توضیح داد. راه درست میتونه این باشه که مردم رهبران خودشون رو صدا بزنن و در نهایت اون رهبر اینقدر قوی بشه که دنیا او رو به رسمیت بشناسه و بقیه نیروهایی که در صحنه هم هستن، هم از حال سیاسی یا مدنی، هم برن همکاری بکنن با او. این میتونه یک گزینه باشه. یکی میتونه بگه گزینه دیگه، ولی هیچ راه 100% رو نمیتونیم بگیم الزاما این باید باشه. مورد دیگه ائتلاف شکست خورده بلاروس. شما ببینید تمام رهبران اپوزیسیونش با هم ائتلاف کردن و الان چند ساله که در مقابل برای برنده کردن اون انقلاب بلاروس که اتفاقا انقلاب خیلی ملی و خوبی هم بود موفق نشدن. ائتلاف سیاسی الزاما باعث برندگی نمیشه. اون چیزی که ما رو قوی میکنه اینه که روی اون نیروهایی که داخل کشور هستن روی اونا سرمایه گذاری بکنیم. مردم در داخل ایران نیاز دارن قوی تر بشن، نیاز دارن که انرژی بگیرن. ما باید این امیدو بهشون بدیم، در خارج هر کاری که از دستمون برمیاد برای کمک بهشون انجام بدیم. من با ائتلاف سیاسی مشکلی ندارم، اما میخوام بگم این رو تبدیل نکنیم به یک سنگ بزرگی که اگه نشه بگیم خب پس انقلاب شکست. تشکر میکنم. چون من سه اعتمادی باید برن این گفتگو رو همین با دوستان دیگر، اما و دلم میخواد که حتما وقتی همه هستن بتونیم گفتگو رو پی بگیریم، حتی چهره های جدیدی هم اضافه بشن. بس آقای میبودی منم متاسفانه باید عذرخواهی بکنم، همین ندارم، خدافظی میکنم به هر سه، با هر سه خدافظی میکنم، چون نمیخوام در غیاب یکی بحث رو ادامه بدیم، اون وقت به نظرم نقض غرضه. خیلی تشکر میکنم خانم مریم، سپاسگزارم حامد جان، تشکر میکنم و آقای امیر حسین اعتمادی عزیزم. برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. برنامه رو پی میگیریم. امیران
عزیز ارجمندم، هر بار میام که این کراوات سیاه رو در بیارم اتفاق تراژیک دیگری رخ میده و جمهوری اسلامی دست به جنایت، قتل نفس، اسمش واقعا اسمش اعدام نیست، اسمش قتل نفسی، دست به قتل نفس میزن. و این آقای خامنه‌ای هم با این جسدش و با این وضعش و با این حال روزش و این سیاست های سیاست که ناشی از این نشون دهنده اینه که ما با یک گروه کودن و بی استعداد طرفیم که دنیای امروز اصلا نمیشناسن. این سیاستشون نسبت به چین به خاطرتون هست؟ محمد جواد ظریف چه شعارهایی میداد؟ چینی ها قراره 450 میلیارد دلار بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن و چینی ها دارن دست به ساختمان سازی زدن برای اعزام چیزی حدود 1 میلیون نیرو به کشور و مملکت ما برای نجات اقتصاد ایران و پیوستن ایران به شبکه کشورهای جاده ابریشم. این شعاره که به خاطرتون هست چقدر گفتیم؟ یعنی این تای قضیه کاملا آشکار بود. چین هرگز نمیاد منافع خودش از دست بده و بیاد مثلا جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا ترجیح بده. این هر دو به هم وابستگی تام و تمام دارن. ریزش اقتصادی آمریکا به معنای ریزش اقتصادی چین این یه واقعیته، یا بالعکسش آمریکایی‌ها هم علاقه ندارن که چینی ها دچار ریزش بشن یا بتونن دوره مثلا تلخ انقلاب فرهنگی رو دوباره به یاد بیارن یا این اون وضعیت پیشین در چین تجدید بشه، دوره فقر و فاقه و مرگ از گرسنگی و از این قبیل. یه واقعیت دنیای امروز ما. اینو جمهوری اسلامی هرگز تشخیص نداد و هرگز تشخیص نداد که قدرت برتر از نظر مالی با امکانات وسیع مثل عربستان سعودی که تازه قصد کرده خودش رو برسونه به پایه کشورهایی که دارن به سمت هایتک پیش میرن و میخوان با دنیای آینده پا به پا بشن. دنیای امروز با دنیای نقشه که ایشون برای دهه 30، یعنی این طرحهای رویایی اما نزدیک به واقعیت شخص محمد بن سلمان و شاهزاده بن سلمان، دیدی که چطور از بایدن به استقبال بایدن رفت شاهزاده، چقدر دلچرکین بود از دولت ایالات متحده آمریکا و شخص بایدن، نشون داد دقیقا در مراسم چاق سلامتی با بایدن که توش پر از دلخوری بود. اما درست برعکسش نگاه کنید به استقبالی که از رهبر چین کرد، یعنی معلوم میشه که اینا دقیقا میدونن تو کدام سبب دارم این تخم مرغ‌ها چی دارن میچینند و این وسط چی کدام کشوری که کدام حکومته که بازنده بزرگ به حساب میاد. جمهوری اسلامی بیچاره و بدبختی که این همه سال به چین وابستگی داره، کلی پول داره نزد چینی ها، کلی پول بلوکه شده داره نزد چینی ها. چین امروز یکی از حامیان جدایی 3 جزیره ایرانی باشه از دامان میهن مملکت ما و بعد تهدید بکنه جمهوری اسلامی رو از بابت به اصطلاح صنایع هسته‌ایش و دقیقا در صف کشورهای عرب هزارهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیره علیه جمهوری اسلام. یه باخت بزرگ. 30 سال سرمایه گذاری روی چین، 30 سال حساب کردن روی چین، شخص خامنه‌ای و اطرافیانش مثل علی اکبر ولایتی، یک دیپلمات که نبود دیگه، بالاخره یه پزشکی بود که چون انگلیسی براش گشته در رأس وزارت خارجه، ولی واقعا اثبات کرد که چه ذهن فشلی داره و چقدر ناآگاه نسبت به مناسبات جهانی. یکی از کسانی که باعث ایجاد انحراف شد در سیاست خارجی ایران شخص علی اکبر ولایتی و اطرافیان، از جمله خرازی، از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی.
مملکت، کلید مملکت داد دست اینها. ببینید که ایران رو دارن به چه سمتی پیش میرن، چه انزوایی. چین هم رویگردان شد نسبت به جمهوری است. چین، و وقتی چین رویگردان میشه یعنی کره شمالی هم تابع این سیاست. یعنی اون تصوراتی که جمهوری اسلامی داشت که در دقیقه 90 بتونه از امکانات صنایع تکمیلی کره شمالی استفاده بکنه و غرب رو غافلگیر بکنه، این امیدم بر باد رفت. چون اینا در چنین فکری بودن، اینا در چنین فکری بودن. در صورتی که به مواد لازم برای تولید بمب رسیدن و همینطور برای تولید کلاهک اتمی و بعد ابزار حامل متوسل بشن به کره شمالی و دادن پول کلان، به هر حال تمام اینها خواب و خیال بود و برباد رفت. اینه آقای خامنه‌ای هم اثبات مغز کوچک داره، لباده بزرگ داره، ریشه آمیخته. مغز کوچک، اصلا حکومت مغزه، مثل گوریله واقعا. این حکومت مثل یک گوریله، مغزش کوچکه و دائما هم قدرت عضلانیش رو به این مردم نشون میده. مردم بی سلاح، جوانهای مردم رو میکشه، میده سراغ پدر مادرهاشون، میگه ما میکشیم، دلمون میخواد، شما حق گریه کردن هم ندارید، حق گریستن هم ندارید. واقعا وقتی میگم اینا آمدن که کار قتیبه و حارس رو نمیدونم کار برقا و قتیبه و اینها رو تمام بکنن، کار فرماندهان عربی که به ایران لشکرکشی کردن، اصلا مبالغه نیست، واقعیت همینه. اینا دشمن مردم ایران هم. این جنایاتی که دارن مرتکب میشن اعلان جنگ به ملت ایران. شما ایرانی هستید، ما تا مغز و استخوان نسبت به شما احساس نفرت داریم، نفرت و انزجار. دیگه آشکارتر از این میشه این نفرت و انزجار رو بیان کرد؟ آشکارتر از این امکان داره؟ کشتن بچه 9 ساله، کشتن بچه 9 ساله، این آرمان های سماوات و الارض آقای خامنه ای، این وسطش منزه گردن باریش پسر بچه 9 سال است. دنیای آرمان هاییشون، آرمان های چپکشانیشون در حتی همون گردن چیان پیرفلک بود و لا غیر. چقدر حقیرن این شو تشیع از سکه انداخت، سکه یک پول کرد، تشیع روحانیت رو سکه یک پول کرد. هیچ وقت روحانیت اینقدر ذلیل در ایران نبوده، این همه مردم ازش انزجار نداشتن. این ماجرای امام فرانی رو اصلا دست کم نگیرید، اینا نشانه های از تغییر و تحول در تاریخ، در بسیاری از عادات ما، حتی عادات فرهنگی ما داره تغییر پیدا میکنه. رفتم یک بررسی کرده بود، یک گروهی از دختر خانم ها بودن، خیلی آلامود، خیلی شیک، خیلی آراسته، که داشتن شعارهایی میدادن که ما در گذشته حتی نزد خودمونم اونا رو زمزمه نمی کردیم، دچار خجالت می شدیم. الفاظی که معمولا آدم در جمع اونا رو استفاده نمی کنه. به قشر خاصی، به اون گندلات ها، گروه گندلات تعلق داشت. نبه، معلوم شد یکی از اونها مهندس معماره، یکی از اونها وکیله، این جالبه، یکی از اونها از ایران آمده، پرستاری خونده و اینجا استخدام، در کانادا بوده گویا آمده به اینجا، یا بالعکسش اینجا بوده رفته به کانادا، و دو سه تا دیگه همه شاغل. آن یکی هم در چی بوده، فروشنده بوده در یکی از این فروشگاه بزرگ تو قسمت لوازم آرایش، به خانم امروزی خیلی هم زیبا، همشون هم زیبا بود. شعار امروز وقتی گوش میکنم متوجه میشم که چرا اینا دارن این شعارا رو میدن.
دلیلش چیه؟ آقا زبان فارسی کم آورده در بیان شخصیت، نیت و صفات رذیله این قوم و قبیله کم آورده. برید جستجو بکنید بدترین واژه های مطرود در زبان فارسی، واژه های مطرود، واژه هایی که کمتر استفاده میشن، اگه استفاده میشن در خفا استفاده میشن، توی تاریکی استفاده میشن، واژه های زشت، رکیک، فاقد بیان در جمع. از همه این الفاظ استفاده کنید، بیارید وسط بشینید، بلکه بتونید با ترکیب کردن اینها تعریف بکنید صفات و نیات این حکومت. امکان نداره بشه. زبان کم آورده زبان فارسی. نمیشه مدتی پیش وقتی واقعا نگاه کردم دیدم به یکی از کتب درسیدم اسم مولوی رو به دستور خامنه‌ای از کتاب‌های درسی استخراج کردن، بیرون کشیدن، حذفش کردن، سانسور کردن. مولوی یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ بشریت، هیچ کس نمیتونه تردید بکنه. ببینید در کل ایران در این مدت به اصطلاح فکر میکنم توی این 6 ماه اخیر اگر اشتباه نکنم مثلا یه میلیون 300-400 هزار نفر بیشتر هم عراقی بودن آمدن به ایران. معلومم است که وقتی میان به ایران به چه قصدی میان؟ به قصد خوشگذرونی میان؟ بیشتر هم میرن به خراسان رضوی، میرن به مشهد مقدس، به قصد خوشگذرانی است، عیش و عشرت. 2,700,000 نفر فقط به قونیه رفتن. قونیه شهر پرت به نسبت در ترکیه. از ایالات متحده آمریکا، از چین، از تایوان، از ایران، از کشورهای دنیا. برای چی؟ برای رفتن به دیدار مولوی، یکی از محبوبترین شعرهای دنیا، معروفترین شاعر و محبوبترین شاعر در ایالات متحده آمریکا، در نزد آمریکایی‌ها. این وصفی است که امروز از مولوی به دست میاد. فکر کنید یه آدمی، یک آخوند جلنبر با این مغز کوچک، با این صفات زشت، تو این سن و سال دستور بده مولوی رو از توی کتاب درسی حذف کنه. من که باورم نمیشد، تو خودم دیدم باورم نمیشد، بگم شایعه است. گفتم امکان نداره یکی دیدم از شعر بزنه، جلسه شعر بگذاره، شعرخوانی بگذاره، تارم بزنه، اهل بزم من باشه، اسم مولوی رو استخراج حذف بکنه، سانسور بکنه. کرده بود. متوجه شدم که اگر زنده بود اعدامش میکردن، یعنی تردید نکن. کسی به صورت مکتوب اعدامش میکنن، به صورت مکتوب. پروازه که اگه حضور فیزیکی هم داشت دستگیرش میکردن و اعدامش میکرد. خب اعدامش میکرد. مردم ایران این حکومت رو نمیبخشن. مردم ایران روحانیون رو که سکوت اختیار کردن هرگز نمیبخشن، هرگز. و به نظرم این وسط چیزی که سکه یک پول شد و خامنه‌ای به کل اعتبار هم تشیع هم اعتبار روحانیت تشیع زائل کرد، مهر باطل زد، باطل شد، زد بر چهره آقایون. نتیجهش قطعا و حتما تغییر سرنوشت ایرانش معنی دیگری نداره.
میگن وقت تمامه، خدافظی میکنم. خیلی حرف داشتم بزنم، بمانم تا دیدار دیگر.